بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، از مدتی است که افتضاح شهرک فرهاد دریا و آریانا سعید تمام صفحات اجتماعی را گفته میتونیم که بند انداخته. اصلا از لحاظ مهندسی انجینری هیچ مراد نشده، یعنی یک چهار طرفش خاک ریخته شده و این چوب هایی را که میبینید داخل ساختمان داخل شده و به عنوان زینه استفاده میشه. سؤال دیگر این است که مردم چی باید بیاموزه از این واقعه؟ به نظر من یکی از پیامدهای این واقعه افتضاح آور این بود که در آینده ها مردم کوشش بکنن که بالای کسان اعتماد بکنن که آنها اهل صلاح هستند، یعنی کسانی که واقعا شایستگی از این را دارند که این بالایشان اعتماد شوه و پول خود به آدرس از آنها بفرستند. به نظر من یک ذل قضیه دیگر در همین واقعه افتضاح آور خود مردم است. مثلا امی شما مردمی که خطاب ما متوجه امو کسان خاصی است که بالای آریانا سعید اعتماد کردن و پول خود به او روان کردن، یک بار شما سر به گریبانتان بکنین او مردم که آیا آریانا سعید واقعا نماینده شما مردم است؟ از نگاه اخلاقی، خیر از نگاه دینی اگر ما حرف بزنیم شاید بگوین که والای خود ملاست، همیشه هر موضوع را به سوی ملایی و به سوی دینی میبره. اگر شما لااقل دارای تربیت اخلاقی فامیلی باشین خانوادگی، واقعا امی آریانا سعید باید نماینده شما مردم باشه؟ امی آریانا سعیدی که شما در گذشته ها شاهد هستین که چی برنامه ها داشت و چی کارهایی را در افغانستان انجام میداد و تحت نظر کدام سفارت ها این خانم در افغانستان فعال بود، تا یک برنامه و پروپوزل داخل افغانستان میشد، زمانی که تمام اهداف و فعالیت‌های خود مکمل انجام می‌داد باز می‌رفت به غرب، باز هم سفارت‌های خاص نامش من نمی‌گیرم بازی را پس می‌خواستن، باز می‌آمد به افغانستان به خاطر تغییر فرهنگ، یعنی واضح بگویم به خاطر تشویق زن‌ها و دختران افغانستان به سوی فحشا و فساد. و آخرین برنامه ای خانم قسمی که همه ایتان شاهد هستین، امو یک شرکت تجارتی بود به نام لباس‌های آریانا سعید که بالای از او یک برند و تاپی از این خانم می‌خورد و او لباس‌ها طوری ساخته شده بود که از نگاه عنعنات، از نگاه عرف و از نگاه فرهنگ با تمام اینمی عرف و عادات و رسوم و فرهنگ دینی و افغانی ما مردم در تضاد قرار داشت. فروشگاه لباس آریانا سعید امروز در شهر کابل افتتاح شد. شماری از بانوان ایجاد این گونه فروشگاه ها را در شرایط کنونی مثبت دانسته میگویند. یکی از آرزوهایم بود که روزی که در پالای هنر سر یک چیز سرمایه گذاری بکنم او باید لباس باشه و او در داخل افغانستان. تایی که طالبا آمد و این شرکت و این دکان های خانم آریانا سعید در کابل فعالیت داشت و بعد از او دیگر سر و درک از اینها معلوم نشد. حالا پرسش این است که امی شما مردمی که پولتان را جمع کردین و اصلا میخواستین که به آخرتتان شما توشه بسازین، اصلا صدقه دادین، خیرات دادین و تایی که اصلا در پیشگاه خداوند متعال شما دارای یک عمل نیکو باشین، آیا راه جنت رفتن به سوی جنت رفتن از طریق آریانا سعید میشه؟ آیا شما صدقاتتان، خیراتتان را از طریق خانم آریانا سعید می خواهین که به خدا بسپارین و به الله نزدیک شوین و به آخرتتان کدام توشه اصلا کمایی بکنین؟ امی عقل و منطقتان است؟ خیلی ها عجیب است به امی حال این مردم و خیلی ها جای افسوس است. کسانی که هم پولشان رفت و هم حالا ایمانشان رفت. واضح است که شما از بابت هر پولی که به این خانم شما فرستادین مسئولم هستین. چرا اولین سوالی که مربوط شما میشه ای است که
آیا خانم آریانا سعید اهل صلاح بود یا اهل فسق؟ پولی را که شما به او دادین به اساس کدام منطق؟ بر اساس کدام دلیل شما این پول به خانم آریانا سعید فرستادین؟ آیا این کدام ملا امام مسجد بود؟ این کدام عالم دینی بود؟ این اهل صلاح بود؟ این کدام کارمند اجتماعی بود؟ این کدام اصلاحگر اجتماعی بود؟ کی بود؟ خب نهایت کارش خب برای ما شما معلوم است، فقط